روز ششم جنگ بدخشان طالبان عقب نشینی کردند. وضعیت در بدخشان از کنترل طالبان پشتون خارج شده است. سلام درود بینندگان عزیزی را که هم اکنون کانال ما را دنبال می نمایند. مشروع خبرها: طالبان اجساد 11 جنگجویشان را از پریان به مرکز پنجشیر انتقال دادند. پنجم میزان 14/1 8 سابق کابل. منابع محلی در ولایت پنجشیر می گویند که طالبان اجساد بیش از 11 جنگجویشان را از ولسوالی پریان به مرکز ولایت پنجشیر انتقال دادند. منابع در صحبت با روزنامه 8 صبح می گویند که طالبان اجساد این تعداد جنگجویانشان را روز دوشنبه 4 میزان به مرکز پنجشیر انتقال دادند. با گفته منابع این شماره جنگجویان طالب روز یکشنبه 3 میزان در یک کمین نیروهای جبهه مقاومت ملی و در درگیری با نیروهای این جبهه در پریان کشته شدند. گفتنی است که روز یکشنبه هفته جاری طالبان که قصد حمله بر موازی نیروهای جبهه مقاومت ملی در ولسوالی پریان را داشتند با کمین نیروهای جبهه مقاومت مواجه شدند. بر بنیاد گزارش های نشر شده پس از این رویداد طالبان بیش از 50 غیر نظامی را در آن ولسوالی بازداشت، شکنجه و زندانی کردند و همچنان ییلاق های ساکنان محل را آتش زدند. طالبان تا کنون در این باره ادعای نکردند. این در حالی است که در هفته های اخیر درگیری بین نیروهای جبهه مقاومت ملی و جنگجویان طالبان در ولایت پنجشیر، اندراب و بدخشان افزایش یافته است. در همین باره مسلم شیرزاد می نویسد: روز ششم جنگ بدخشان طالبان عقب نشینی کردند. تلاش طالبان برای از بین بردن عبدالحمید مجاهد و چریکای مقاومت با دادن تلفات به ناکامی انجامید و از مناطق در شیوه و بلند های کوهستان عقب نشینی کردند. اکنون در مناطق در کوهستان، راغستان، ارغنجخوا و یفتل بالا در اختیار مقاومت گران قرار دارد. در همین باره تاج الدین سروش می نویسد: آغاز و گسترش مقاومت به ولسوالی های مختلف بدخشان طالبان را غافلگیر کرده. از پنجشیر خبر می رسد که طالبان در حال خارج کردن نیروهایشان هستند تا به بدخشان بفرستند. این فرمانده پیشین طالبان عبدالحمید مجاهد که تا حال گفته می شد درگیر جنگ داخلی، اما او حالا رسما پرچم افغانستان را بلند کرده است. اخیرا درگیری های شدید برای طالبان در ولایت بدخشان تلفات سنگین وارد کرده است. از توجهتان جهان سپاس. تا درود دیگر، بدرود. منتظر نظریاتتان خواهیم بود. آیکن زنگ را فشار داده تا از جدیدترین و بروزترین ویدیوهای روز ما با خبر شوید.